صبح روز چهارشنبه 17 مرداد ماه 29 زندانی به دستور خامنه ای در زندانهای قزلحصار و زندان مرکزی کرج اعدام شدند. اما این همه ماجرا نیست. فقط در 4 روز گذشته 42 نفر اعدام شدند و در 1 ماه گذشته از زمانی که پزشکیان به اصطلاح اصلاح طلب روی کار اومد حدود 90 نفر اعدام شدند. هدف خامنه ای از این افزایش بی سابقه اعدام در 3 ماهه در عزم خام 3 دهه گذشته چیه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی. آقای امیرپناهی سلام می کنم خدمت شما و به عنوان اولین سوال، این روشنه که خب تراکم اعدام ها در یک مدت زمان کوتاه در 30 سال گذشته بی سابقه هستش. بنابراین سوالم اینه که چه عواملی این شرایطی که الان درونش قرار داریم رو خاص کرده که خامنه ای اینطور افسار پاره کرده؟ بله، ابتدا سلام میکنم به شما و همینطور سلام میکنم به بینندگان عزیز. ببخشید. در رابطه با خاص بودن این شرایط که گفتید، اول باید توجه داشته باشیم که این پدیده مجرد و تصادفی نیست. منظورم اینه که این شرایط محصول تکامل مبارزه مردم ایران با رژیم همین ولایت فقیه خمینی و خامنه‌ای در 4 دهه گذشته است. به طور مشخص میخوام انگوش بذارم روی این چند نقطه عطف در واقع برگشت ناپذیر که در سالهای اخیر داشتیم. ببخشید. بله ببخشید. یعنی منظورم قیام سال 96 که 20 سال بازی اصلاح طلب اصولگرا پایان داد. قیام خونین آبان 98 که در واقع با قتل عام 1500 تن از جوانای مملکت معلوم شد که دیگه در واقع ورقی برگشت، یه صفحه ورق خورد و در واقع معلوم شد که مبارزه مسلمت آمیز با این رژیم یک سراب و فریبه. البته این روشن بود برای این نسلی که الان ندیده بودن دهه های قبلو، این براشون روشن شد. این رژیم تنها در واقع زبر زور حالیش میشه، این موضوعی بود که همه مردم دیدن به چشم. بعد قتل عام کرونا رو داشتیم که خامنه ای اومد تو تلویزیون به صراحت خودش رو در روی دوربین گفت و واکسن ممنوع، ورود واکسن ممنوع کرد و بعدم دیدیم که 500,000 تن از مردم ایران رو به همین خاطر به کشتن داد. بعد دیدیم که خامنه ای تو سال 1400 اومد چیکار کرد؟ با حذف همه رقبا رئیسی رو از صندوق بیرون کشید و رفت توی کار خالص سازی که خودشون میگن. در حقیقت خامنه ای با رئیسی میخواست چیکار کنه؟ میخواست شکاف بین بیت ولایت فقیه با دولت رو ببنده، چون میدونید خب این شکاف تاریخیه، یعنی این شکاف ذاتی رژیم ولایت فقیه. بالاخره کی تعیین کننده است؟ بیت خامنه ای و رهبر رو تعیین کننده است یا دولت؟ این شکاف ذاتاً تو تاریخ رژیم بوده. اگه یه نگاهی هم بکنی هیچ رئیس جمهوری نبود که تو این شکاف ازش جدا بشه. مثلا حالا سرنوشت تمام رئیس جمهوری رژیم رو نگاه کنید، همشون حذف شدن یا یکیشون کشته شده، یکیشون سربنیز کردن، یکیشون محصوره، یکیشون تو زندانه. یه همچین وضعیتیه. وقتی این شکاف بسته شد با رئیسی، برای اینکه رژیمو که در اثر در واقع قیام‌های متعددی که بردم 96 98 به بعد متزلزل و بی‌ثبات شده بود و برای اینکه از قیام جلوگیری کنه، رفت تو کار جنگ غزه و این جنگ رو انداخت. اما این یک اشتباه محاسبه استراتژیک بود. چرا؟ چون سر مار بیرون زد و همه دنیا این سر مار رو به چشم دید. سر ماری که مقاومت ایران سالهای ساله، شاید 40 ساله داره میگه آقا سر مار بنیادگرایی، سر مار تروریسم در ایران. از اینجا به بعد دیگه وارد یک جنگ نیابتی شد. تلاشش این بود که در واقع وارد جنگ مستقیم نشه، اجتناب بکنه. اما جنگ دو طرف داره، پشت سر هم رژیم ضربه خورده ولی پاسخ نداده. خب این برای رژیمی که ضعیف ماهیتن اما با قمپوز در کردن میخواد ضعف خودشو بپوشونه عواقب داره. عواقبش چیه؟ عواقبش اینه که
سیاست از در واقع سیاست از این ستون به اون ستون فرجه یه جایی بالاخره تموم میشه و بعد به بنبست میرسه. بنبست تاریخی رژیم هم که گفتم دیکتاتوری ولایت فقیه اینه که هم برای اینکه ضعف تاریخی خودشو بپوشونه، نیاز به قدرت نمایی و بحران سازی داره تو منطقه، تو حتی تو کشور، همین که توان ظرفیت عبور از یک بحران و جنگ واقعی رو نداره. از یه طرف میخواد بحران سازی کنه که مسئله شو حل کنه، از یه طرف توان مقابله با بحران واقعی رو نداره، بنابراین با بندبازی میخواد از این ستون به اون ستون جا خالی بده. اما الان گیر افتاده. حالا وسط این مرکه رئیسی هم که امید خامنه ای بود به هلاکت رسید و میز خامنه ای چپ شد. خامنه ای مجبور شد که به پزشکیان تن بده، یعنی بازم یک عقب نشینی آشکار. بعدم ترور هنیه بیخ و گوش خامنه ای اتفاق افتاد. گفتم که این جنگ دو تا طرف داره، پارامترها همش دست یه نفر نیست، یه طرف جنگ نیست. اینجا آبروی حیثیت خامنه ای برباد رفت، البته نداشت ولی بیش از پیش ضعف و درماندگی خامنه ای برملا شد. پس نتیجه بگیرم، یک نقطه عطفی الان در جریانه. رژیم در این کشواکشی که توضیح دادم در تعادل قوا به عقب پرتاب شده، چون ضربه سنگینم خورده، ضربه خورده، اونم ضربه سنگین، ولی جواب نداده. اگه جواب بده در باتلاق جنگ بیشتر فرو میره. بنابراین خامنه ای میخواد با رئیسی و جنگ قم، میخواست در واقع هدفش این بود، ببینید، میخواست با رئیسی و جنگ غزه مانع قیام بشه. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان هم رئیسی رو از دست داده، هم در باتلاق جنگیر کرده، نه راه پس داره نه راه پیش. به قول برخی با اعدام حالا میخواد چی کار کنه؟ انتقام سخت رو از مردم بگیره، جرأت نداره اون برای بگیره. بله، خب شما به نظر شما آیا افزایش اعدام میتونه درد خامنه ای رو درمان کنه؟ خب ببینید، کلن اعدام ابزار حکومت های در واقع ماهیتا ضعیف، از قضا نشون میده که چون حکومت ها توان حل تضاد ندارن، این حکومت های دیکتاتوری ندارن، میخوان با اعدام ضعفشون رو بپوشونن و بارز نشه. حالا وقتی که مثلا این ضعف یک دیکتاتور بارز میشه و مردم این ضعف رو میبینن و به اون اشراف پیدا میکنن، اون وقت اعدام و سرکوب نه تنها بازدارنده قیام نیست، بلکه چه بسا خودش محرک و آتش زنی قیام هم باشه. من یادم میاد، حتما نمیدونم اونایی که بودن همه یادشونه، 17 شهریور 57 یا 13 آبان 57 اگه یادتون باشه، اگه کسانی که یادشونه خوب میدونن، شاه میخواست با شلیک و کشتن جمعیت چنگ و دندون نشون بده، چه بسا جلوی قیام رو بگیره. اما از اونجایی که در واقع میخواست ضعف خودش بپوشونه، اما از اونجایی که همه به ضعف و ناتوانی رژیم پی برده بودن، در واقع تلسم اختناق شکسته شده بود، نه تنها مردم عقب نشینی نکردن، بلکه روز بعد از 13 آبان تمام تهران آتیش بود که از هر جای تهران شعله میکشید. بعدم همون روز شاه اومد تو تلویزیون و گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم. البته خامنه ای مثل شاه نیست، تا روز آخر وای میسه. اون زمان تظاهرات میلیونی تلسم اختناق و شکست، الان شرایط امکان تظاهرات میلیونی نمیده، از راه های دیگه این ضعف و ناتوانی داره هی رژیم رو در واقع بارز میشه، ناتوانی رژیم در واقع هی داره بارز میشه. مثلا نگاه کنید کانونای شورشی تو همین مدت اخیر 20,000 عملیات کانونای شورشی بوده، یا مقاومت انقلابی که در مقابل رژیم میشه، یا همین که میخوره و بعد پاسخ نمیده. خب به هر حال نتیجه یکیه، همه میفهمن که بابا این رژیم یه ساختار پوسیده و پوکه، نمیتونه جواب بده. این اشراف به مردم شجاعت میده، این اشراف روحیه جمعی رو بالا میبره، قدرت مردم رو به نمایش میذاره. بنابراین نتیجه بگیرم، اعدام های رژیم الان نه تنها مردم رو خاموش نکرده و نمیکنه، بلکه همین الان شما شاهد هستین، زندانیان سیاسی اطلاعیه میدن، نه تنها اعدام محکوم میکنن، بلکه میگن ما تا آخرش ایستادیم. مثلا ببینین چه روحیه ای، چنگ اسیرن، یا هر هفته سه‌شنبه ها علیه اعدام اعتصاب قضا میکنن، یا وضعیت هایی که در واقع
اعتراضات مردم، مقاومت‌های مردم و وضعیتی که الان تو جامعه هست نشون میده که به اصطلاح هر روز مردم بیشتر به ضعف و ناتوانی رژیم اشراف پیدا میکنن و مقاومتشون بیشتر میشه و شرایط برای انقیام بیشتر میشه. حالا خامنه ای هر چی تو این شرایط اگر بیاد بخواد اعدام و افزایش بده، این خودش عکس عمل میکنه. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید، خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از این فرصتی که داده شد، خیلی ممنون.